to the Nava Podcast. Music, culture, art, and politics are here. با درود خدمت شنوندگان گرامی، امیدوارم در هر کجای جهان که هستید سلامت شاد و شادکام باشید. امروز جمعه 21 آذر ماه 1399 برابر با 11 دسامبر 2020، این 132 برنامه پادکست نواست. ساعت به وقت ایران 5:30 و اروپا 3 بعد از ظهر و 6 صبح در لس آنجلس. من اسدالله علی محمدی هستم و این 43 برنامه خودمونیست. متاسفانه با خبر شدیم که همکار عزیز ما جناب اصغر نصرتی دچار همین بیماری کرونا شده و فعلا در حال استراحته. از طرف خودم و همکاران پادکست نوا برای ایشون آرزوی بهبودی داریم و امیدواریم که هرچه زودتر این دوست عزیز و فعال که برنامه عادتهای ماهانه اصغر آقا رو دارند بر این بیماری غلبه کنند. عرض کنم خدمت دوستان عزیزم، من سعی میکنم که در برنامه خودمونی، چون روزهای جمعه اجرا میشه و شما هم در ایران تعطیل هستید، نمیخوام خاطر شما رو با خبرهای بد آزارده کنم، ولی چه میشود کرد؟ به هر حال ایران هموطن شماست و هموطن من و نمیتوان در مورد اتفاقاتی که در ایران میفته بی تفاوت. مثلا دیوان عالی قضایی اعدام روح الله زم رو تایید کرد. روح الله نه آدم کشته، نه دزدی کرده و نه رانت خاری کرده. جرم او اینه که اومده در فرانسه پناهنده شده و یک سایت درست کرده به نام آمد نیوز و یک کانال تلگرامی به همین نام. خب در این سایت همون اوایل شروع کرد به افشاگری در مورد دزدی‌ها و فساد مقامات جمهوری اسلامی. ممکنه همه خبرها درست نبود، ولی خیلی از این خبرها هم درسته و امروز به همه ما ایرانی‌ها ثابت شده که مقامات جمهوری اسلامی و مخصوصا آخوندها و آزاده ها دزدی و فساد اونها معلوم شد. مثلا اگر در یک کشور دموکراتیک جهان اگر یک روزنامه نگار یا یک خبرنگار دست به این نوع افشاگری ها بزنه، مثلا در مورد فسادها، دزدی مقامات حکومتی مطلبی بنویسه، خیلی هم ازشون تجلیل میکنن، اما در جمهوری اسلامی اعدام میکنن. کار روح الله زم همینه، یعنی یه سایت داشته، یک کانال تلگرامی و در مورد فساد افرادی که در جمهوری اسلامی مقامات بالایی دارن دزدی های اونها رو برملا کرده. ما میتونیم با روح الله زم موافق نباشیم، ممکنه این آدم رو اصلا دوست نداشته باشیم، اما جمهوری اسلامی این فرد رو میخواد اعدام بکنه. به همین جرم که خدمتتون عرض کردم، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای این فرد دام گذاشتن و اونو به بغداد کشوندن و اونجا دستگیرش کردن و بردنش ایران و بعد از شکنجه مجبورش کردن اعتراف کنه و حالا هم باید منتظر اعدام بشه. بنابراین از دوستان خواهش میکنم به این مسئله بی تفاوت نباشن، نه در مورد ایشون، در مورد هر ایرانی که به دست جمهوری اسلامی میفته با عنوان فعال سیاسی، منتقد سیاسی، اعتراض کننده به سیاست های جمهوری اسلامی. وقتی اینها رو دستگیر میکنند معمولا به زندانی های طولانی محکوم میشن و یا اونا رو اعدام میکنن. بنابراین ما باید سعی کنیم که جلوی اعدام این
افراد رو و در حال حاضر روح الله زم رو بگیریم. ما با اعدام به هر شکلش مخالفیم و امیدواریم یک روز در ایران این مسئله اعدام برای همیشه حل بشه و هیچ کس رو به هر دلیلی نباید اعدام بکنه. فعلا آهنگ پایان عشق عماد و رام رو با هم بشنویم.
زندگی را من ندیدم این زمان غیر از کلامی، جز این اگر دیدی به بود جانا رسان از ما سلامی. باور مکن در عهد ما یک در این دلها سما تو هم دمید باید بیم زبانی پایانش میرد لگر خواهم که گردون سر بسر هر من اینجا نگذارد نام و نشانی. ببینید دوستان، جمهوری اسلامی شاید ده ها سازمان امنیتی داشته باشه. دو تا از اونها رو ما میشناسیم. وزارت اطلاعات که زیر نظر دولت کار میکنه و اطلاعات سپاه. تمام این سازمان های امنیتی کارشون فقط کنترل مردم ایرانه و تلاش میکنن کسانی که به هر شکلی منتقد هستن، نویسنده منتقد، شاعر، فعال سیاسی، زنان شجاع ایران که به حجاب اعتراض می کنند و خواهان حقوق خودشون هستند، اینا رو دستگیر می کنند و بعدم به زندانهای طولانی محکوم می کنند و تا کنون هم خیلی از اینها رو اعدام کرده یا به شکل مرموزی این افراد رو به قتل رسوندن. اما من یک پرسش اساسی از نیروهای امنیتی دارم که آیا تاکنون تونستن یک جاسوس اسرائیلی یا آمریکایی رو دستگیر کنن؟ نه، کارشون این نیست، بلکه اینها فقط برای مردم ایران و جهان هارت و پورت میکنن. شما ببینید، اسرائیل میاد توی ایران روز روشن صدها کیلو مدارک سری هسته‌ای رو برمی‌داره و میبره اسرائیل بدون اینکه آب تکون بخوره. هر وقتم که هوس میکنه به قول معروف دانشمندان هسته‌ای رو میکشه. وقتی از نیروهای امنیتی پرسیده میشه که شما آخه چه کاره ای و به اونها از طرف مردم فشار وارد میاد، تعدادی جوان بیگناه رو دستگیر میکنند و زیر شکنجه های وحشیانه اونها رو وادار میکنند که اعتراف کنند، مثلا از اسرائیل پول گرفتن، جاسوس هستند، و بعد هم که گندش در میاد متوجه میشیم که این جوانها هیچ کدومشون جاسوس نبودند و حتی نه فعال سیاسی بودند، نه نویسنده، نه شاعر، نه منتقد. فقط این بدبختا رو گرفتن که بله آقا ما جاسوس گرفتیم. و بعدم معلوم میشه که همه این افرادی که دستگیر شده بیگناه بودن. شما نگاه کنید، در سوریه اسرائیل تاکنون 300 بار مواضع جمهوری اسلامی رو که در جاهایی که محل نگهداری اسلحه یا پادگان‌های نظامی بمباران کرد و تاکنون صدها پاسدار ایرانی و مثلا نیروهای مدافع حرم رو کشتن. جمهوری اسلامی، نظام، هیچگاه نامی از اونها نمیبره و پنهانی اونها رو به خاک میسپره. مثلا وقتی که دیگه خیلی صدای این موضوع در میاد، میگن یک نفر یا دو نفر در سوریه از مدافعین حرم کشته شدند و شروع میکنن به عزاداری و تبلیغات علیه اسرائیل و آمریکا. ولی شاید، من دقیقا آمار ندارم، ولی حدس میزنم و البته خیلی نگاه های به کشته شدگان در سوریه جاهای مختلف نگاه کردم، شاید هزاران نفر تاکنون در سوریه به وسیله بمباران های مکرر اسرائیل کشته شدند و جمهوری اسلامی تاکنون حتی یک سوزن هم به اسرائیل نزده. ولی توی تلویزیون تا دلتون بخواد
شعار میدن فلان میکنیم، بهمان میکنیم، ما قدرت منطقه هستیم، ما خاک اسرائیل رو زیر رو میکنیم. همین کارشون فقط شعار دادنه. نیروهای امنیتی تمام ترازشون اینه که مردم ایران رو کنترل کنن. و چرا این کار رو میکنن؟ برای اینکه از مردم ایران میترسن. دشمن واقعی اینها مردم ایرانه. به همین خاطر که تمام نیروهای خودشون رو بسیج کردن که نگذارن مردم ایران تکون بخورن یا اعتراض کنن. غیر از این است، خودتان قضاوت کنید. بشنویم ترانه مرا کشتی با صدای پروین. در بر تو گریه کنان آمدم و برو برو گفتی و رفتی، مرا کشتی و رفتی. بی خبر سوز دل خون شده ام، به من برا شفتی و رفتی، مرا کشتی و رفتی. باورم نمی آمد به این زودی چنین بی وفا شدی، ز عاشق جدا شدی. من هم از خدا خواهم تو هم روزی شبی عاشق و چو من به غم و کلا شبی. در بر تو گریه کنان آمدم و برو برو گفتی و رفتی، مرا کشتی و رفتی.
بله دوستان گرامی، جمهوری اسلامی در مدت 40 سال حکومت جنایات متعددی بر علیه مردم شریف ایران انجام داده و میده. فساد و دزدی و غارت ایران بخشی از ایدئولوژی جمهوری اسلامی است که اگه بخوام شرح عملکرد جمهوری اسلامی رو بدم داستان دراز دامنی خواهد شد. بنابراین از این موضوع میگذرم. اما همین جمهوری اسلامی با تمام بدیهایش سه خدمت بزرگ به مردم ایران کرد. واقعیت این است که دست آخوندها برای مردم ایران رو شد و در بین مردم نه تنها اعتباری ندارند، بلکه همه از اونها متنفرند. حتی بخشی از ایرانی هایی که مذهبی بودن امروز همین احساس رو نسبت به آخوندا دارن. حتی مراجع تقلید هم دیگر مورد قبول ایرانیان نیستن، چون اونها هم پولکی شدن و خدا می داند بعد از جمهوری اسلامی آخوندها چگونه می خوان زندگی کنن. دومین خدمتی که جمهوری اسلامی به مردم ایران کرد زیر سوال بردن مذهب شیعه است. برای اینکه هر کار و هر جنایتی که جمهوری اسلامی انجام میده اونو توجیه شرعی میکنه و از مذهب شیعه همیشه فکت میاره. همین کافی است که بخشی از ایرانیان دین خودشون رو تغییر دادن و میدهن و میرن مثلا مسیحی میشن یا اصلا بیدین میشن. اینجا یک پرانتزی باز کنم و به این دوستان ایرانی که میرن مسیحی میشن بگم که شما که حالا میخواید دینتون رو عوض کنی برید زرتشتی بشید، یعنی دین اجداد خودتون رو انتخاب کنید، نه اینکه برید از چاله در بیاید توی چا بیفتید. یک کشیشی تو تلویزیون گفته بود که ایرانی ها برای اینکه پناهنده بشن میان و دینشون رو عوض میکنن و مسیحی میشن و ایرانی ها مشتری دائمی کلیسا میشن و هر یک شنبه جمع میشن در کلیسا و دعا میکنن. اما به مجرد اینکه جواب پناهندگیشون رو گرفتن یک دفعه غیبشون میزنه. اینم گفتم که یک کمی بخندیم. بله دوستان برید حداقل زردشتی بشید. بله میگفتم که در مورد مذهب شیعه واقعیت این است که ایرانی ها این موضوع رو، این مذهب رو زیر سوال بردن. برای اینکه اینا به نام مذهب شیعه جنایت میکنن و با کارهای مسخره یا دروغ گفتنها هیچ اعتباری برای مذهب شیعه نگذاشتن، بلکه برای اونها این مذهب دکان است و مردم ایران زیر و بم این دکان رو دیدند و لمس کردند و زیر سوال بردند. این دومین خدمت جمهوری اسلامی به ماست. سومین خدمت جمهوری اسلامی این است که بازنگری مردم ایران است به تاریخ گذشته خودشون. نگاه اونها به دوران پهلوی بسیار مثبت شده، هرچند در این 40 سال جمهوری اسلامی تبلیغاتی زیادی کرده در حوزه آموزش و پرورش، کتاب‌های درسی، دانشگاه‌ها و مدارس در مورد رژیم گذشته بسیار بسیار حرف زده و تبلیغ کرده که این رژیم فاسد بوده، رژیم بدی بوده، رژیم خونخواری بوده، وابسته به امپریالیسم آمریکا بوده. اما مقایسه‌ای که مردم ایران کردن تاکنون متوجه شدن که چه کلاهی سرشون رفته و به همین خاطر در تظاهرات فریاد میزنند روح شاد رضا شاه و از خانواده پهلوی به نیکی یاد میکنند، برخلاف تمام این تبلیغاتی که جمهوری اسلامی تاکنون کرده، نظر مردم ایران بسیار مثبت است و در این حال به گذشته باستانی خودشون هم علاقه نشون میدن و سعی میکنن هویت ایرانی،
نه این هویتی که جمهوری اسلامی میخواهد با زور و تزویر غالب کند. هویت ایرانی پیام دوستی است، گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک است. مردم ایران به این نتیجه رسیدند که با هیچ کشوری دشمن نیستند و دوست دارند با همه این کشورها رابطه دوستانه برقرار کنند. همه اینها خدماتی بود که جمهوری اسلامی در این 40 سال به مردم ایران کرد، یعنی آخوندها خودشون رو به دست خودشون به زباله‌دان تاریخ انداختن. آبرو و حیثیتی که تقریبا مذهب شیعه داشت از بین برده شد و نگاه مثبت ایرانیان به گذشته تاریخیشون بسیار بسیار جدی شده. حالا آقای عطاالله مهاجرانی وزیر اسبق و مقیم لندن هی سنگ این رژیم رو به سینه بزنه در کشور استعمارگر پی و در کنار ملکه انگلستان از خامنه‌ای دفاع. بله، ما ایرانی ها عاشق شعر و شادی هستیم، چیزی که جمهوری اسلامی از ما گرفته و 80 میلیون ایرانی رو در قفس کرده. پول مردم ایران رو بین گروه ها و نیروهای تروریست تقسیم کرده و میکنه. امیدوارم که دوستان خسته نشده باشن، امیدوارم این برنامه رو هم پسندیده باشید. برای ما پیام بگذارید، نظرات خودتون رو برای ما بنویسید که به ما کمک کنه تا هر روز کارمون رو بهتر انجام بدیم. دوستانی که اینجا زحمت میکشن و برنامه تهیه و اجرا میکنند انتظار دارن که دوستان تنها به لایک اکتفا نکنند، بلکه نظر خودشون رو هم در مورد برنامه ها بدند و بنویسند. خیلی حرف زدم، با ترانه سلام بر عشق ایرج مهدیان شما رو تنها میگذارم و برای همه شما آرزوی سلامت دارم. مواظب کرونا باشید. جمهوری اسلامی به فکر شما نیست، بلکه خود شما باید به فکر خودتون باشید و به توصیه متخصصین توجه کنید و آنچه را میگویند رعایت کنید. با امید دیدار. سلام بر عشق،